خب برنامه محله آفریقایی تبارو کلن کنکله، به دلیل اینکه من دریا پیدا کردم. اگه میشه این دریا رو ول کرد، یه نسیم همچین خونکی هم میاد، تو همتون خالیه خدایی. باش همه دوستان، خانواده، کسایی که منو میبینن همشون اینجا بودن، با هم یه کلی حال کردیم. صبح خیلی 9 صبح من تازه بیدار شدم، هی جستجوی صبحونه و خبر بعد اینه که من خواب موندم و نتونستم برم طول آفتاب ببینم. خب من صبحونم رو زدم، اومدم یه سوپرمارکتی شامپو بخرم. شامپو با خودم نیورده بودم، ترشیدم توی بار بتره که کل زندگیم بشه شامپو. یه دوشی بگیرم و بعدش هم بزنم بیرون، بریم ببینیم که بوشهر چی داره برامون. و بالاخره از اتاقم زدم بیرون، یه 2 ساعتی نشستم پای ادیت ویدیوی دیروز، الانم یه اسنپ بگیرم به بافت قدیمی بوشهر. بریم ببینیم قهوه میتونیم پیدا کنیم، قهوه نخوردم 2 روزه. خب من کمک گرفتم از کسی که توی هتله، به من راهنمایی داد که از کجا شروع بکنم که بخوام منطقه و بافت قدیمی رو ببینم. قراره که از مسجد بهبهانی شروع بکنم، یه چند ساعتی قراره با هم دیگه اونجا بچرخیم. الان منتظر اسنپم که اسنپ بیاد و اینم نمای هتله. اسنپم هم رسید، امیدوارم که بتونم یه کافی هم پیدا بکنم وسط رو. رسیدیم به این منطقه‌ای که بافت قدیمی شروع میشه. اگه این پشت من دقت بکنین، ساختمان‌های قدیمی توی این محله از بهبهانی شروع میشه، محله‌های بهبهانی تا کوته، اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم، کوته یا کوتی. چند تا محله است؟ تقریبا 4 تا محله است که میشه بافت قدیمی بوشه. برمیگرده به دوران افشاریه و زندیه و دیگه اوجش دیگه قاجار. تقریبا توی این محله ها 1000 تا خونه قدیمی هست، کوچه هایی که اسمش حالا قهر و آشتیه، بهش اینجوری میگن. من اولین کاری که باید بکنم اینه که یه کافه پیدا کنم، انگار کافه هم توی محله ها زیاده، ماگمو پر بکنم و همینجوری ادامه بدیم ببینیم ما رو به کجا میبره دیگه. خب تا اینجا من کافه‌ای پیدا نکردم، البته یه کافه‌ای بود به نام کافه گل‌ها بعد از مسجد کوفه، ولی خب بسته بود. الان دیگه سر ظهره، همینجوری دارم قدم میزنم. روی نقشه نشون داد که کافه رئیسی یه مهمونخونه هم هست نزدیک بهم. شب برم اونجا نهاری بخورم و ماگمو پر بکنم و برم به سمت منطقه آفریقایی ها که از نژاد آفریقا هستن، کلن از آفریقا اومدن. اینم یه ساختمونیه پشت من. کلن توی کوچه پس کوچه ها زندگی در جریانه، مردم کار میکنن، با هم حرف میزنن، صدا خنده هاشون زیاده. واقعا آدم های خوش اخلاقیه و حالا چه تو تاکسی چه با کسایی که باهاشون صحبت کردن، واقعا خوش اخلاق بودن و مهربون و خیلی آدم هایی هن که کمک میکنن. اگه متوجه بشی که مثلا اینجا غریبی و بومی نیستی.
یعنی نگم واقعا از طعم غذا، البته اینجا رو یه ذره اول نگاه کنید، نگم از طعم غذاش، واقعا کافه حاج رئیسی حالا نه تنها غذا میده، کافی. این یه دونه کوچه قهرآشتی اینجا دیدم، نه تنها میتونی اینجا جمع بشین بلکه میتونی اقامت هم داشته باشین اگر قبل رزرو کنی. خیلی جای باحالی بود. بهتر از همه اونجا یه نفر دیدم، آقای احسانو که یه پادکست داره، پادکستش هم خیلی معروف، هم احسانو به اسم خودش، آقای احسان عبدی. اینجا هم دوباره یه دونه کوچه از این قهرآشتی هست. اونجا دیدم یه سلام علیک کردن، چقدر نازنین، چقدر نازنین. غذایی که خوردم اسمش لخلاخ بود. لخلاخ ماهی، حالا ماهی بزرگ سرخ شده، به اضافه برنجی که توی سبزی ماهی داره، به اضافه تمر هندی سیاه، چیزی که به من گفتن، یه ذره هم سبزیجات دیگه. یه برنج خیسیه که خیلی خوبه طعمش، باید بگم که تنده، اونایی که تند میخورن مناسب اوناست. و در نهایت هم کافی مو برام پر کردن. الانم تو کوچه پس کوچه ها که بیشترش همه بسته است دیگه، پنجشنبه الان فکر کنم ساعت 3-4 ظهره، دارم قدم میزنم تا بریم بیشتر بوشهر رو، بافت قدیمیش رو کشف کنیم با هم دیگه. یعنی من واقعا عاشق این کوچه پس کوچه های تنگ و قدیمی شدم، بهشون میگن کوچه های قهرآشتی. این درهای قدیمی که از دوران قاجار و اینا مونده، بعضی شمار دوران پهلویه، معماری باحالی که دارن، گیاهای نور آفتابی که میزنه بهشون، اصلا واقعا دنیایی. هر کی بوشهر نیومده باید بیاد، اصلا باید بیاد، یه دنیاییه. واقعا بوشهر تو روزا گرمه تو زمستون و شباش هم خیلی خنکه. اگه سمت بوشهر میاین حتما لباس خنک برای روز و لباس گرم، نه خیلی گرم ولی حتی یکی دوتا هودی با خودتون حتما بیارید. من دیگه فکر کنم از منطقه بهبهانی دارم خارج میشم و دوست دارم تا روز روشنه برسم به منطقه‌ای که آفریقایی تبارن. اون کسی که توی هتل من راهنمایی کرد میگفتش که قشنگ رنگ پوستشون، رنگ پوست مردم آفریقاست و نوع موهاشون هم دقیقا همون شکلیه. خیلی دوست دارم من نزدیک ببینم ایشون، بعد انگار معماری اونجا یکم متفاوته، معماری اونجا رو ببینم. اینجا بازار بوشهره ولی چون زهره همه بستن و رفتن، عصرا باز میکنن و صبحا، زهره میبندن و میرن نهار. اسم این کوچه هم لیان شرقیه، یه محله بهبهانی. اینجا هم که گمرک بندر بوشه، اونم برج مراقبتشه. دیگه از گرمای شدید من گفتم یه چند دقیقه‌ای بذار بادی با کلم بخوره، به موهام بخوره، واقعا گرمم شده همینجوری که دارم راه میرم. و یه چیزی که خیلی دارم ازش تعجب میکنم، آقایون از کنارم رد میشن و خوشبختانه هیچ عکس العملی ندارن و انگار براشون یه چیز عادیه و اصلا نگاه نمیکنن و این برمیگرده به فرهنگ خوبشون که واقعا واسه هم جالب بود. دوست داشتم تو این ویدیو بگم و ازشون تشکر کنم. مرسی که به خانوم فضا میدین آقایون بوشهری. خب برنامه محله آفریقایی تبارا کلن کنکله، به دلیل اینکه من دریا پیدا کردم. اگه میشه این دریا رو ول کرد یکم برم قدم بزنم. متاسفانه گوشیم هم داره خاموش میشه، نه شارژر رو بردم و نه پاور، نمیدونم آوردم برای هتل، برای کوله هم یا آوردم که استفاده کنم، یادم رفته.
البته امروز خیلی چیزا یادم رفت، کیف پولم کلا یادم رفته بود، بعد هرجام رفتم با موبایلم پرداخت کردم، خدا رو شکر حداقل موبایل بود و خاموش نشد، وگرنه رو سیاه می‌شدم. الانم یکم بر خودم قدم بزنم، یکم آهنگ گوش بدم، آهنگ بندری گوش بدم. از دوستایی که اینجا پیدا کردم چند تا آهنگ بندری به معرفی کردن، یکم حال و هوای بوشهر بیاد به قول معروف زیر زبونم و جوری باشه که دیگه ولش نکنم دیگه. یه نسیم همچین خونکی هم میاد، جای همتون خالیه خدایی. خیلی کاش همه دوستان، خانواده، کسایی که منو میبینن همشون اینجا بودن، با هم یه کلی حال میکردیم. شارژ گوشیم دیگه داره تموم میشه و فکر میکنم 1-2% دیگه کلن شارژش تموم بشه. الان ساعت 4 بعد از ظهر، نمیرسم برم هتل بخوام شارژش بکنم، دیگه گفتم تا غروب آفتاب اینجا بشینم، غروب آفتاب اینجا ببینم. فردا به احتمال زیاد بخوام برم نخلستان، اگه بتونم باز دوباره حتما میام بافت قدیمی رو کامل میکنم، چون دوتا محلش رو بیشتر ندیدم، دوتا محله دیگه مونده، و باز میام اینجا که بخوام طلوع غروب رو ببینم. البته صبح زود میخوام برم طلوع ببینم، چون امروز که دیگه خواب موندم، ولی فردا حتما میرم. و بعدش هم برنامه اینه که برم نخلستان بوشهر، و اینکه باید ویدیو رو اینجا دیگه تمومش بکنم من، چون دیگه گوشیم شارژ نداره. و منو دنبال بکنین تو بلاگ بعدی و میبینمتون.